وقتی میگیم که لا اله الا الله، یعنی نه کسی هست که به فریاد ما برسد جز الله، واسطه ما با خدا نداریم و خداست که فقط قانون گذاری میکنه و وظیفه من هم پیروی کردن از او هست. در مبحث واسطه قرار دادن ها میبینیم که بحث تعظیم بزرگ داشتن قبر انسان های صالح است، مجسمه اونها، عکس اونها درست کردن هست برای تبرک جستن هست. یعنی این اولین سببی در گمراهی انسان ها بود، تعظیم. حالا اونجا مجسمه بود، بعد تعظیم ذاتش میاد، عبادتش میاد، تعظیم قبرش میاد، عکس هاشون کشیدن. خب اون مجسمه شون که درست میکردن، چون الان چقدر عکس هایی از انسان های صالح قبل از خودمون کشیدن، از صحابه، از کسان دیگر، و چگونه تقدیس میشود. اصل شرک در واسطه قرار دادن ها از این شروع شده دیگه، در تعظیم قبر، در مجسمه سازی از اونها. خب قوم نوح مگه چیکار کردن دیگه؟ مجسمه شون رو ساختن و بعد عبادتشون کردن. قبر به همین صورت دیگه. چرا اینقدر در احادیث نهی شده، لعنت شده؟ خب نتیجهش این هست دیگه، تعظیم قبور می شود، قبرها رو بزرگ می دارن. مسئله خیلی مهمی است که نگاه کنید در بحث شرک وقتی مطرح می شود، خیلی خیال می کنن که شرک و 1 2 3 4 این شرک هست. این اشتباه هست. شرک تعریفی داره. شما وقتی که این تعریف رو داشته باشید، در زیر مجموعش هر چیزی که شاملش میشه میبینید دیگه. نیازی نیست که بگید که 1 2 3 4 اینها شرک است، باقی دیگه شرک نیست. بلکه بر اساس این تعریف شما امکان داره خیلی مسائل رو ببینید، جزئیات زیادی خواهید دید. اما وقتی میایید خلاصش میکنید، معدودش میکنید، معدود یعنی تعداد براش میذارید، 1 2 3 4، یعنی اینکه شرع گفته این شرک هست، این شرک هست، این شرک هست، این شرک هست، تموم شد، این 4 تا 5 تا 10 تا. در حالی که نه، شرک محدود هست، یعنی اینکه حد دارد، تعریف شده، تعریفی داره. تعریفش در شرک گفتیم که همتا قرار دادن برای الله در آنچه که از ویژگی های الله هست، که در هر زمانی هم که بیاد انواع مختلف، اشکال مختلفی که باشه میاد. یکیش همین بحثی که کردیم، این نظریه جذب که از اون به عنوان جذب هم یاد میکنم. خب این شرک اکبر هم هست که از کائنات داره میخواهید دیگه، الان اسمش گذاشتن بالاخره قانون جذب هست دیگه. و این قاعده شرعی دقت کنید چی میگه، این همیشه داشته باشید. قاعده شرعی میگه که هر زمانی که ثابت شد که این کار عبادت هست، انجام دادنش برای غیر خدا شرک هست. دیگه وقتی که این قاعده داریم، یک اصل است، مثل یک قانون است که در زیر این قانون، این اصل، این قاعده،
دیگه خیر همه نوع هر چیزی که این تعریف برایش منطبق بشود وارد میشه دیگه. و علما همیشه میگن که شرک اینقدر زیاد است که خدا میدونه تعدادش، خدا میدونه.